آراد برندینگ. به نام خدا، با سلام و درود خدمت یکایک آرادی های دوست داشتنی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در رابطه با رشد صحبت کنیم. خیلی از ماها داریم درجا میزنیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا رشد دیده نمیشه. رشد یعنی چی؟ یعنی چیزی که امروز هستی بهتر از دیروز باشه. خیلی از شماها تراکنش های مالی دارید. مثلا میگید من این ماه انقدر سود کردم، ماه بعد میشه این، ماه قبلش شده بود اون. یه سری اعدادی رو در واقع شما میشناسید. رشد در از زوایای مختلف در واقع میشه به چند جهت اونو تقسیم بندی کرد. یه رشد، رشد مادیه، یعنی پول شما چقدر رشد کرده. یه رشد هم رشد معنویه، چقدر یاد گرفتی، علم چقدر بیشتر شده. بارها از ما پرسیدن علم بهتره یا ثروت. از نگاه من علم بهتره، چرا که با داشتن علم میتونم درآمدمو زیاد کنم. اما اون علمی که تو ذهن مردمه، من اونو علم نمیدونم، اونو دانش میدونم و میگم که خب دانش داستانش فرق میکنه با علم. علم باید به کارت بیاد، علم باید بتونه شما رو رشد بده. خب حالا بیایم بررسی کنیم. ما علوم مختلفی رو یاد گرفتیم از دوره ابتدایی تا دانشگاه. بیاید همه رو بذار رو میز، از جغرافیایی که این همه سال خوندی ببین کجا به کارت اومد و چقدر شما رو رشد داده. پس من اونو علم نمیدونم، اون یه سری دانش بود که خوندیم، یه درسایی رو پاس کردیم، نمره گرفتیم، هیچی به هیچی، باش کار ندارم. اما تو آراد برندینگ ما علومی رو یاد میگیریم، اساتید میان صحبت میکنن، هر کدوم از اساتید یه جمله اگه ازش یاد بگیریم خب خیلی اتفاقهای خوب میافته تو زندگیمون و باعث رشد مادی ما میشه. و وقتی رشد مادی اتفاق بیفته، خب دست چندین نفر رو میگیرم. بله، یه شرکتی هست، یه مجموعی هست که انتا نیرو داره، 500 تا 600 تا 1000 تا نیرو داره، با یه درآمدی خب 1000 نفر رو داره نون میرسونه. فوق العاده است این رشته. یه لطف کنن همه دوستان اینو بیان بررسی کنن که ماه قبل چقدر پول دست آوردم و ماهای قبل، سال قبل، یعنی یک بازه یک ساله، بازه سه ماهه، بازه شش ماهه رو برای خودتون در نظر بگیرید و یه بازه ماهانه. و مثلا یکی اومد گفتش که من ماه قبل 100 خورده میلیون، تقریبا 160 میلیون گفت سود کردم، و یعنی ماه در واقع شهریور. و مهر ما رو گفت که حدود 90 خورده سود کردم. خدا رو شکر، ما هم میگیم خدا رو شکر، اما ضرر کردی، مجموعه شما ضعیفتر شده نسبت به ماه قبلش و این اصلا خوب نیست. بررسی کنید کسب و کار خودتون رو و ببینید چقدر دارید سود میکنید و آیا نسبت به ماه قبل قوی تر شدید یا نه. یه بدی که توی خیلی از مردم عادی اتفاق میفته، تا پول به دست میارن تلاش میکنن پولشون رو خرج کنن. در کجا خرج میکنن؟ در خرید کالا. و چون میدونن توی این ماه خوب سود کردن، برای ماه آینده تلاشی هم نمی کنن. این یکی از بدیهای بزرگ ماست. یعنی چی؟ فرضاً تو ماه شهریور فرد میگه آخ چون 160 میلیون سود کردم، بریم عشق و حال. یعنی برای ماه آینده که مهر میشه تلاش نمی کنه. بله، کمتر تلاش میکنه و میبینیم که ماه مهرش چی میشه؟ پولش کمتر میشه. تو ماه مهر چه اتفاقی افتاد که پولش کمتر شد؟ تلاش کمتری داشت و زمانش رو چجوری خوب سپری کرد؟ با پولی که در ماه قبل به دست آورد رفت خوشگذرانی، گفت بریم اشغال کنیم حالا با پولی که به دست آوردیم و کمتر کار کنیم، کمتر تلاش کنیم. چه اتفاقی میافته؟ تو مهر ما پولش کم میشه. حالا بعد مهر میشه چی؟ آبان. تو آبان با پول کمتری که از مهر به دست آورده باید زندگی کنه. حالا تو آبان چیکار میکنه؟ زیاد تلاش میکنه. درسته زیاد تلاش میکنه، تو آبان پول دست، آخر آبان پولش دوباره برمیگرده و این یک حالت سینوسی داره. خوب دقت کنن دوستان، این حالت سینوسی برای تیم فروش یعنی ضرر. من بارها ضرر رو تعریف کردم. پولی که امروز شما میتونستی به دستش بیاری، اگر به دست نیاری ضرر کردی. حالا حساب کنید وقتاتون چقدر راحت داره به بتالت تلف میشه، همینجوری عمرمون میگذره، در حالی که میتونستیم پولهای بیشتری به دست بیاریم، با پولها نیروهای بیشتری رو استخدام کنیم، کارهای بزرگتر انجام بدیم، زیرساختهای بزرگتر داشته باشیم، در نتیجه فروشامون بیشتر میشد، باز هم درآمد درآمد درآمد، همینجوری پولامون سرمایه‌مون بیشتر شد. یادم سال 96 بود
فکر کنم یک همایشی در اصفهان داشتیم. توی اون همایش حدود 250 نفر شرکت کرده بودن و من اونجا گفتم که ما داریم ماهانه چیزی حدود 120 الی 150 میلیون فقط حقوق نیرو میدیم و با افتخار همینو میگفتم، خوشحال بودم. اما الان برمیگردم میگم ما ماهانه داریم چیزی حدود 4 تا 5 میلیارد پول حقوق نیرو فقط میدیم و داستان متفاوت شده و این یعنی رشد، یعنی تعداد افرادی بیشتری رو تونستیم سر کار بیاریم. و حالا بررسی کنید شما زندگی خودتون رو، ببینید برای چه افرادی مفید هستید، یعنی بود و نبود شما چه تأثیری تو نظام خلقت، تو این دنیایی که زندگی میکنیم داره، یعنی شما باشید یا نباشید آیا تفاوتی داره برای عده دیگه ای؟ واقعا داره یا نه؟ بررسی کنید اینو و سعی کنید انسان مفیدی باشید. مفیدترین فرد کسیه که بتونه پول افراد رو تهیه و تأمین کنه، یعنی چنان همه مردم، همه بدون استثنا مشکل مالی دارن. یعنی یک نفر هم که کمبود محبت داره بخوای بهش محبت کنی با پول میتونی این اتفاق رو رقم بزنی، یعنی پول خیلی قدرت داره. دیدی بعضیا سری جبهه میگیرن میگن نه بابا همه چی پول نیست، اینا دارن چرت و پرت میگن. قشنگ بهت بگم دارن چرت و پرت میگن، بهشون بگو بگو آقا پول همه چی نیست، خب پولایی که همه چی نیست رو بده به من، پولایی که تو نمیخوای بده به من. میبینی که اونجا گارد میگیره، چون افراد نمیتوانن، یعنی توان به دست آوردن پول را ندارند، برای اینکه بگن آقا ضعف از ما نیست، پس میگن پول همه چیز نیست. نه عزیز من، پول همه چیز هست. کی گفته نیست؟ هر کی گفت نیست پولاشو بگیر. این نکته خیلی مهمه. پس انسان ها برای اینکه بگن ما ضعیف نیستیم، نه من درستم، پول همه چیز نیست، بله اینجوری میاد میگه که من درستم و مشکل رو در به دست آوردن پول میدونه، میگه نه پول چون همه چیز نیست من تلاش نمی کنم، نه تو تلاش تو بکن پولو به دست بیار، بعد پولو انفاق کن، بگو پول همه چیز نیست. کسی که نمیتواند ارزه به دست آوردن پول رو نداره، چجوری میتونه بگه آقا پول همه چیز؟ تو این فردی بود یا اگر به دست میآوردی میگفتی بیا من میتوانم به دست بیارم، اما خب به دست نمیارم. طرف نمیتواند و بعد میگوید که پول همه چیز نیست، این داره چرت و پرت میگه، اصلا جدیش نگیر، ضعف خودشه داره اینجوری میپوشونه و بگه که من توانمندم. شما شبیه اینها نباشید. ما را نمیخوایم با کسی بحث کنیم، بحث اصلی ما اینه که ما شبیه این افراد نباشیم، پول به دست بیاریم بدیم به پدرمون مادرمون، اونها زجر نکشن، خب بزرگمون کردن، خواهر برادر فامیل داریم کلی، چند تا از فامیل ها تو آوردی سر کارت، خیلی مهمه، تونستی دست چند نفر رو بگیری، تو هم میتونی، چرا مفید نباشی؟ انسان ها دو دستن، ما بارهای موضوع رو تاکید داشتیم، بعضی از اونها پولخارن و بعضی ها پولساز. پولخارها کم نیستن، زیادن الا ماشاءالله. شما جزء کدومشی؟ پولسازید یا پولخارید؟ کارمندها در اصطلاح بهش میگیم پولخار، باشن نباشن زیاد بعضی از افراد هستن تو تیم فروش، اونها کارمندن اما تو تیم فروشن، یعنی پولسازن برای مجموعه خودشون، اینا عالیه. شما جزء کدومین؟ پولخار یا پولساز؟ خیلی ها ارتباط میگیرن در رابطه با استخدامی، خب ما خیلی نیرو داریم، زمان مصاحبه که میشه از طرفم میخوام سوال بپرسه، یعنی از اون فردی که دنبال کار میگشت بهش میگم تو اگر سوالی داری بپرس. سوالات اینا رو یاد بگیرید برای اینکه شخصیتتون بزرگ بشه. دو بخش تقسیم بندی میشه سوالات، به دو بخش تقسیم بندی میشه. سوال گروه اول در رابطه با منافع خودشونه، یعنی چی؟ میپرسه بیمه هستم یا نه، قرارداد از کی بسته میشه، کی بیمه میشم، حقوقم چقدر هست، یعنی سوالاتی میپرسه که منافع خودش رو تحت شعاع قرار داده. اینا یه مدل نیرو هستن. یه مدل دیگه نیروها اینجوری هن، کار چیه؟ من باید چی کار کنم؟ این سوالات به معنای اینه که من میخوام سازگار شوم با کارفرمام. خوب بفهمید اینا رو یاد بگیرید، به دردتون میخوره. اگر یه جایی در تجارت هم موفق نشدید و خواستید جایی استخدام بشید، این اصول رو یاد بگیرید.
کارفرما همیشه منافع خودش رو اول از همه میبینه. سوالات که براش میاد دو بخش میشه، سوالاتی که منافع خودش رو تحت شعار قرار میده، سوالاتی که منافع خود نیرو رو تحت شعار قرار میده. وقتی میگه من باید چیکار کنم، یعنی من اینجا میفهمم آها این دغدغش چیه، که آیا از پس انجام کاری که بهش واگذار شده برمیاد یا نه و اونو به بهترین نحو بخواد انجام بده. دغدغش اینه. اما گروه دیگه نه، دغدغش اینه که حقوقشون به موقع داده میشه یا نه، یعنی خودشون مهمن، منافع خودشون رو میبینن. کارفرماها اگر زرنگ باشن، حواسشون باشه، چیکار میکنن؟ نیروهایی رو جذب و استخدام میکنن که منافع شرکت دیده بشه. اینو توی بحث‌های مذاکره هم یاد بگیرید. پس این خیلی اصول مهمیه که ما منافع کیو میبینیم. شما در کسب و کارتون هم باید به این اصول پایبند باشید و توجه کنید. مشتری ها با شما ارتباط میگیرن، شما سوالاتی از مشتری میپرسید، این سوالات منافع چه کسی رو داره تحت پوشش قرار میده؟ منافع خودتون رو یا مشتری رو؟ فروشنده های حرفه‌ای، اونایی که درآمدهای بالا دارن، اگر مذاکراتشون رو دقت کنید میبینید که منافع مشتری رو دارن میبینن و منافع خودشون رو اونقدری جدی نگرفتن یا به صورت نامحسوس مشتری درکش نمیکنه، نمیفهمه. خب این میشه باز یکی از تکنیک های مذاکره. امیدوارم آرادی ها، اونایی که واقعا میخوان موفق شن، وقتشون رو تلف نکنن و هر روز فایل های آموزشی رو گوش بدن تا یاد بگیرن. چون من میبینم واقعا بعضی از افراد میان تغییر حوزه میدن. مثلا ما داشتیم یه خانمی که مدت ها توی یه محصولی کار میکرد، بعد اون محصول تحریم شد، اومد مشاوره بگیره، گفتم خب یا تغییر محصول بده، محصولش عوض کرد. تو کمتر از یک ماه دوباره موفق شد بفروشه و به درآمد بالای 50 میلیون تومان رسید. این قبلش تو محصول قبلی هم درآمدش بالای 100 میلیون بود. یعنی به لحظه سری با تغییر محصول هم به یه درآمد بالا رسید. اما اونهایی که تازه کار و مبتدی هستن، به خاطر طرز فکر مبتدی خودشون موفق نمیشن و هر روز زمان رو دارن از دست میدن. و بعد از مدتی برمیگردن میگن چرا ما موفق نشدیم؟ چرا موفق نشدیم نداره. خب ما داریم آموزش میدیم، میگیم این کارو بکن، این کارو نکن. بعضی از شماها جدی میگیرید و گوش میدید، بعضیاتون اصلا این خیالتون هم نیست. چه کسی باید موفق شود؟ آیا هر کس در آراد وارد شد و پول داد به آراد باید موفق بشه؟ خیر، کجا گفتیم هر کی پول بده موفق میشه؟ نه، هر کس به نکته ها توجه کنه و انجام بدهد شایسته موفق شدنه. هر کس گوش داد موفق نشد، بگه آقا من گوش دادم موفق نشدم. اما کسی که گوش نداد نباید موفق بشه. اگر موفق بشه یعنی حرف ما اساتید دور از جون بی خود بود. یعنی ما چه بگیم چه نگیم، فرد چه اجرا بکند چه اجرا نکند موفق شود. خب پس ما اینجا چی کاریم؟ این همه وقت خودمون رو گرفتیم، وقت شما رو گرفتیم که آموزش بدیم که خروجیش یکیه، کسی که گوش کنه گوش نکنه هر دو موفق بشن. نه، ما میگیم اون کسی که گوش داد باید موفق بشه، اونی که گوش نداد باید ضرر هم بکنه. میگه یعنی چی من به آراد پول دادم باید ضرر هم بکنم؟ میگم بله. چرا؟ چون تو گوش ندادی، فقط پول دادی. نه، دوتاش با همه. اینطور نیست که من پول بدم باید گوش ندم. تنها حالتی که طرف پول میده و گوش هم نمیده و موفق میخواد بشه طرح 3 آراد برندینگه، چون اصلا دیگه فروش دست شما نیست. اما تو طرحهایی مثل 1، طرح 2 فروش دست شماست. یعنی باید گوش بدی به حرفا، چون تو باید بفروشی در انتها. تو طرح 3 فروش دست شما نیست، دست نیروهای خود آراده. خب اونا خودشون دارن آموزش میبینن، هر روز بلدن، متخصص فروشن، دارن میفروشن. این نکته رو پس یادمون باشه. اگر کسی به شما برگشت گفت من تو آراد موفق نشدم، خب سوال، چرا باید موفق بشی؟ یه دلیل بیار برای اینکه باید موفق بشی. آیا کلاس های آموزشی رو شرکت کرده بودی؟ آیا فایل های صوتی رو قشنگ رفتی گوش دادی و انجام دادی؟ افرادی هستن میگن آقا نه، ما متاسفانه اشتباه از خودمون بود، بله آموزش ها زیاد بود، ما گوش ندادیم. خب عزیزم برام تاکید میکنم، کسی که آموزش نبینه یاد نگیره نباید موفق بشه. نه تنها نباید موفق شه، میگن باید ضرر هم بکنه. نکن بدترش کردم، میگن باید ضرر کنه، باید چوب بخوره. چرا؟ چون گوش نداد به حرف. ما این همه توضیح دادیم، گوش نداد، باید ضرر کنه، چوب بخوره. حالا گوش بده، یاد بگیره، انجام بده، موفق بشه. بارها جمله
امام علی علیه السلام رو تاکید کردیم، بشنو، بفهم، باور کن، به کار ببند تا رستگار بشی. یعنی 4 گام رو باید طی کنی تا رستگار بشی. همین گوش نداده، یاد نگرفته، میخوای موفق شی؟ و این ظلمه در حق کسی که گوش داده. برای موفقیت بهونه ها رو بذارید کنار. قبلا هم گفتم با انسان های موفق نشست و برخاست داشته باشید. در آرا دوستایی پیدا میکنید، بعضی از اونها موفقن، بعضی ناموفق. بررسی کن، اگر با ناموفق ها در آرا دوست شدی، انتظار موفقیت نداشته باش، چون مسیر اونو داری میری جلو، از اون داری مشورت میگیری، از اون میپرسی چه کار کنم، پس تو هم ناموفق میشی. اما اگر با موفق ها دوست شدی و مسیر اونها رو رفتی، طبیعیه با هر گروهی دوست بشی شبیه همونا میشی، هر مسیر رو بری خروجی همون مسیر برای شماست. بررسی کنید، زندگی خودتون رو تحلیل کنید و اگر میخواید انسان متفاوتی باشید، باید شبیه متفاوت ها رفتار کنید. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علی، روز بر شما خوش. با آراد برندین همراه باشید.